سلام و درود میگم خدمت همه دوستان و همراهان همیشگی ما. تصور کنید یه روز از خواب بیدار میشید و میفهمید که دنیای اطرافتون کاملا تاریک شده. نه تخت خوابتون هست و نه اتاقتون و نه اصلا خورشید. تمام چیزایی که بود حالا دیگه نیست و تنها شما موندید و یک فضای تاریک و سیاه که در اون شناورید. حالا یه سوال مهم. لطفاً قبل از پاسخ دادن بهش خوب فکر کنید. شما شروع به حرکت میکنید. اما یه دقیقه صبر کنید. از کجا میتونید بفهمید آیا اصلاً حرکت میکنید یا نه؟ شاید کمی گیج کننده به نظر برسه، اما فقط تصور کنید. چون پاسخ خیلی ساده است. شما هیچ وقت نمیتونید بفهمید. به هیچ روشی نمیتونید بفهمید آیا دارید دور میشید یا نزدیک، آیا میرید یا میایید. خب یه سوال دیگه. تصور کنید تو همون فضای تاریکی که هستید، تخت خوابتون هم کنارتونه، ولی کنارتون زیاد نمیمونه و دور میشه. شما به خوبی میبینید که تخت خوابتون در حال دور شدنه، اما صبر کنید. از کجا معلوم شما از تخت خوابتون در حال دور شدن نیستید؟ چطور میتونید مطمئن بشید؟ پاسخ سوال دوم هم خیلی ساده است. به هیچ طریقی نمیتونید بفهمید. اما چرا؟ این سوالات دقیقاً آزمایش‌های ذهنی آلبرت اینشتین بودن. مردی که دنیای فیزیک رو قبل از او و بعد از او میشناسن و با آزمایش‌های ذهنیش مشهوره. بهتره یادآوری کنم اینجا کلاس درس فیزیک نیستا. قرارم نیست زندگی نامه آلبرت اینشتین رو بررسی کنیم. ما میخواییم یک بار برای همیشه به کمک نظریه نسبیت اینشتین پی ببریم. چطور میتونیم خیلی راحت به کمک قوانین عالم هستی ثروتمند بشیم؟ رالف والدو امرسون، فیلسوف و نویسنده آمریکایی، میگه متعجبم چطور مردم واژه‌ای به نام شانس اختراع کردن وقتی دنیا بر پایه قوانین استواره. بله، درست فهمیدید. همسایه میلیاردر شما به خاطر شانس خوبش میلیاردر نشده، بلکه به کمک قوانین هستی به چنین شرایطی دست پیدا کرده. به زبون ساده تر، اگه شما هم بتونید از قوانین استفاده کنید، اونها هم خدمتگزار شما میشن. مطمئن باشید. اینشتین میگه فرمولی که من برای موفقیت کشف کردم اینه: اگر اشتیاق شما برای موفق شدن بیشتر از ترس شما از شکست خوردن باشه، شما حتما موفق میشید. ما قراره الان بفهمیم اصلا نظریه نسبیت اینشتین چی هست و به چه دردی میخوره. میزان درآمد ما چه ارتباطی با نظریه نسبیت اینشتین داره؟ و چطور میتونیم از نظریه نسبیت اینشتین کمک بگیریم و به راحتی با پیروی از قوانین از قبل مقدر شده عالم هستی هر مقدار درآمدی رو که دوست داریم به دست بیاریم؟ لطفاً دقت کنید. شما تو این برنامه چیزی راجع به سخت تلاش کردن، بهره‌وری، نفوذ کلام و غیره یاد نمیگیرید. فقط و فقط قرار یاد بگیرید چطور پول، ثروت، روابط خوب، شادی و غیره رو به راحتی پیروی از قوانین عالم هستی وارد زندگیتون کنید. خب، برای شروع برگردیم به سوالاتی که در ابتدا پرسیدم. چه نتیجه گیری از اونها کردید؟ شاید کمی سخت باشه، اما اینشتین این کار رو کرد. اون نتیجه گرفت اصلاً چیزی به نام واقعیت محض نمیتونه وجود داشته باشه. هر چیزی در اطرافتون میبینید نسبیه. بذارید چند تا مثال ساده بزنم. دوست شما آدم خوبیه؟ برای شما آدم خوبیه، شاید برای یه نفر دیگه آدم بدی باشه. یا آیا کشتن حیوانات گناه محسوب میشه؟ اگه یه شیر بخواد به شما و خانوادتون حمله کنه چی؟ آیا کشتن اون هم گناه محسوب میشه؟ یا اینکه شما خیلی کند رانندگی میکنید؟ شاید هم اتومبیل های کناریتون خیلی سریع حرکت میکنن و شما کند حرکت نمی کنید. میبینید؟ همه چیز نسبیه. اینشتین یک بار برای همیشه ثابت کرد هیچ چیزی در این دنیا قطعی و حقیقت محض نیست.
هر چیزی رو که از دنیای اطرافتون میبینید، میشنوید و درک و استنباط میکنید، تماماً نسبت مستقیمی با طرز فکر شما با محیط و شرایط اطرافتون داره. خب، براتون سوال پیش میاد، این چه ربطی به درآمدتون داره؟ ارتباط بین درآمد شما و نظریه نسبیت اینشتین به سادگی این فرموله. درآمد شما نه کمه و نه زیاد. فقط و فقط نسبت مستقیمی با نیاز واقعی شما داره. درآمد شما هیچ وقت کم یا زیاد نیست. این شمایید که تعیین میکنید کمه یا زیاد. درآمد شما اگه از یک مقدار که نیاز واقعیتونه کمتر باشه، شما هر کاری میکنید تا به مقدار مورد نظر افزایش پیدا کنه. و درآمد شما اگر از یک مقدار که نیاز واقعیتونه بیشتر باشه، خیلی زود اون رو خرج میکنید و تمام اون رو از دست میدید. یه تمرین ساده. همین الان یک برگ کاغذ سفید بردارید و روی اون مقدار درآمدی رو که دوست دارید داشته باشید بنویسید. خیلی باید دقت کنید. چون اکثر اوقات افراد درآمدی رو روی کاغذ می‌نویسن که می‌دونن در توانشونه که به دست بیارن. این اشتباهه. حداقل برای این تمرین. شما باید درآمدی رو که دوست دارید داشته باشید روی کاغذ بنویسید. مهم نیست چطور قراره اون رو به دست بیارید، فقط بنویسید. بعد از اینکه اون رو روی کاغذ نوشتید، با ریزترین جزئیات زیر همون عدد بنویسید که چطور در طول یک ماه درآمدتون رو خرج می‌کنید، پس‌انداز می‌کنید و یا هر کار دیگه‌ای. تمام اون چه رو می‌نویسید با ریزترین جزئیات باید بنویسید. وقتی نوشتتون تموم شد، کافیه به مدت 21 روز هر روز دو نوبت قبل از خواب و بعد از بیدار شدن بخونیدش. اما اصلاً جریان از چه قراره؟ ذهن انسان مدام به دنبال رفع نیازهای خودشه، نه بیشتر و نه کمتر. نیاز شما اگه یک لباس گرم باشه، مطمئن باشید ذهن شما حتما راهی برای پیدا کردن یک لباس گرم پیدا میکنه. و اگه نیاز شما یک ماشین لوکس باشه، بدون شک ذهن شما به این نیاز هم پاسخ میده. اما چطوری؟ هیچ کس تا الان نتونسته درک کنه چطور. اما مهمم نیست. شما برای روشن کردن یک اتاق به وسیله برق و یک لامپ لازم نیست که مهندس برق باشید. کافیه بدونید لامپ رو باید درون سرپیچ قرار بدید تا اتاقتون روشن بشه. این توصیه هم دقیقاً به همین شکله. شما با خوندن کاغذی که روی اون درآمد و شرح نحوه خرج کردن پولتون رو نوشتید به ذهنتون تلنگر میزنید. ذهن شما شروع میکنه باور کردن به این که شما نیازتون بیشتره و چون هر روز اون رو مرور میکنید، ذهنتون سعی میکنه بهترین راهی رو که شما رو به نیازتون میرسونه پیدا کنه. باورش به نظر سخته، اما کافیه فقط یک بار امتحان کنید. امتحانش هیچ هزینه ای نداره. نظرات و پیشنهاداتتون رو در کامنت ها برامون بنویسید. ما همیشه منتظر شنیدن نظرات خوب شما عزیزان هستیم. یادتون باشه همه ی رویاهاتون رو میتونید محقق کنید، فقط اگر شجاعت داشته باشید و دنبالشون برید. پیروز و سربلند باشید.